در دو روز گذشته عده‌ای از کاندیداهای انتخاباتی ثبت نام کردند. هرچند هنوز بازیگران اصلی ثبت نام خود را به آخرین روز موکول کردند. علی مطهری و محسن مهرعلی‌زاده استاندار سابق اصفهان، مصطفی تاج‌زاده و فریدون عباسی رئیس سابق انرژی اتمی، رامین مهمانپرست سخنگوی سابق وزارت خارجه و محمود صادقی نماینده منتقد مجلس دهم از مهمترین ثبت نام کنندگان این دو روز بودند. علی مطهری نماینده منتقد مجلس در دوره‌های مختلف مجلس که صلاحیت وی برای انتخابات اخیر مجلس نیز تایید نشده است، از جمله افرادی است که با هدف شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. وی در هنگام ثبت نام در وزارت کشور ضمن اینکه اظهار داشت میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات پیام بسیار مهمی برای دنیا دارد، گفت مشارکت مردم در انتخابات در رفع سریع‌تر تحریم‌ها و احیای برجام و در بهبود وضعیت زندگی و معیشت مردم هم اثر خواهد گذاشت. وی خطاب به مردم اظهار داشت مردم فکر نکنند شرکت کردن یا نکردن آنان در انتخابات فرقی به حال آنها ایجاد نمی‌کند و تأثیری نخواهد داشت و چیزی اصلاح نخواهد شد. مطهری همچنین با ابراز امیدواری در خصوص مشارکت فعال مردم در انتخابات اظهار داشت مردم هر وقت احساس کنند انقلاب اسلامی نیازمند کمک و حضور آنهاست وارد می شوند. وی همچنین با اشاره به اینکه به عنوان فرد مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی شده است، اظهار داشت سازوکار اجماع ساز به وی توجهی نداشته چون وی اقدامی در این زمینه نکرده است. مطهری در این حال افزود اینکه در آینده و در آستانه روز انتخابات چه اتفاقی بیفتد به رأی کاندیداها بستگی دارد. مطهری با اشاره به اینکه باید کمک شود که کسی که رأی بهتری دارد پیروز شود، اظهار داشت هنوز تصمیم نگرفته است که به نفع کسی کنار برود یا خیر. این نماینده قبلی مجلس در بخش دیگری از نطق خود به مناسبت کاندیداتوری انتخابات با ابراز امیدواری در این خصوص که تایید صلاحیت بشود، ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان در رویه تایید صلاحیت‌های خود بازنگری کند و به این موضوع توجه کند که اظهار نظر انتقادی را دلیل عدم التزام عملی وی به اسلام تلقی نکند. وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر مبنا قانون اساسی باشد شورای نگهبان باید بر همین روش عمل کند، ابراز امیدواری کرد رد صلاحیت اتفاق نیفتد. مطهری در توضیح برنامه‌های خود برای ریاست جمهوری آزادی بیان را از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی و اعتلای فرهنگی جزء شعارها و آرمان‌های انقلاب بوده، اظهار داشت جمهوری اسلامی در این زمینه واقعاً کوتاهی کرده و باید آسیب‌هایی را که در این خصوص وجود دارد برطرف کند. مطهری همچنین با اشاره به اینکه حجاب و پوشش اسلامی اجباری نیست و مردم از روی انتخاب و با اعتقاد رعایت می‌کنند، گفت عده‌ای هستند که به طور نسبی رعایت می‌کنند و ممکن است پوشش کامل نداشته باشند. موضوع حجاب به یکی از موضوعات چالشی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است و گرچه با توجه به فضای عمومی جامعه که خواستار اختیاری شدن حجاب است، در دوران انتخابات هم کاندیداهای بالقوه سعی می‌کنند که خود را طرفدار حجاب اختیاری نشان دهند، اما در همان حال آنقدر جرأت و جسارت هم ندارند که به صراحت موضع خود در مخالفت با حجاب اجباری را بیان کنند یا در صورت قدرت گرفتن اقدامی برای رفع آن انجام دهند. گرچه که ابراز نظر صریح در خصوص حجاب در عین حال می‌تواند زمینه ساز جدی رد صلاحیت کاندیداها هم باشد. وی در عین حال اظهار داشت که برخی از کاندیداها موضوع معاون اولیه وی را نیز مطرح کردند. وی در عین حال با اشاره به اینکه مبنای انتصاب مدیران توسط رئیس جمهوری باید صلاحیت و کارآمدی این افراد باشد، اظهار داشت نمیتواند قول دهد که حتما وزیر سنی یا وزیر زن خواهد داشت. در ادامه برنامه ریزی ها و اقدامات برای اعلام کاندیداتوری کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری، برخی اخبار و گزارش ها حاکی از دعوت از علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز هست.
وی که به علت معاونت رئیس جمهوری مشخص نیست که مجوز لازم برای کاندیداتوری از طرف شورای نگهبان کسب کند، جزء کاندیداهای میانه روی است که در صورت محدودیت کاندیداهای اصلاح طلبان ممکن است به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان معرفی شود. در همان حال خود وی نیز اعلام کرده است که هنوز تصمیم قطعی و نهایی برای کاندیداتوری نگرفته است. وی با بیان اینکه ترجیح وی بر نیامدن است تاکید کرده است طی این ایام از طرف گروه‌های مختلف تماس‌های متعددی با وی گرفته شده است. وی گفته است به احترام این درخواست‌ها در حال بررسی موضوع است. در کنار وی، علی لاریجانی نیز گزینه دیگری است که احتمال کاندیداتوری وی احتمال دو قطبی شدن انتخابات را نیز مطرح می کند. در حالی که منابع نزدیک به وی از قطعی بودن کاندیداتوری او خبر دادند، در همان حال همچنان مشخص نیست که وی در صورت کاندیداتوری کاندیدای منتخب کدام گروه سیاسی خواهد بود. گرچه برخی از اصولگرایان وی را یکی از کاندیداهای اصولگرایان معرفی می کنند که در صورت عدم کاندیداتوری ریاست جمهوری ممکن است وی به عنوان گزینه کلیدی اصولگرایان مطرح باشد، اما در همان حال برخی گمان زنی ها حاکی از این است که طیف هایی از جبهه اصلاحات نیز در صورت نداشتن گزینه شاخص از وی اعلام حمایت کنند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران این رویکرد در جبهه اصلاحات را نوعی قهقرا برای جریان اصلاح طلبی دانسته و تاکید دارند که این اقدام اصلاح طلبان در صورتی که رخ دهد تنها میتواند به معنی تلاش برای ماندن در قدرت به هر قیمتی باشد و توجیه سیاسی و جناحی ندارد. دولت حسن روحانی روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن اینکه دوران انتخابات را فرصتی برای تجلی اراده ملی و حراست از مردم سالاری دینی دانسته تاکید کرده است همه کسانی که سربلندی ایران و تحقق آرمان‌های استقلال و آزادی در جمهوری اسلامی را می‌خواهند وظیفه دارند که نگهبان حق انتخاب آزادانه و آگاهانه شهروندان هم باشند. در این بیانیه تاکید شده باید تلاش شود تا با کمک به مشارکت گسترده مردم در انتخابات اقتدار فرد منتخب مردم تقویت شود. در این بیانیه همچنین این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که لازمه مشارکت حد اکثری در انتخابات اطمینان داشتن مردم به رعایت کامل و بدون تبعیض قانون و امید آنها به نقش اثرگذار مشارکت شهروندان در تعیین آینده کشور است. در بیانیه دولت همچنین با اشاره به اینکه همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات گزینه‌ای داشته باشند که بیانگر خواستها و نظرات آنها باشد، تأکید شده است که دولت از شورای نگهبان و نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند، انتظار دارد با توجه به ضرورت تقویت وحدت ملی در شرایط کنونی کشور با دوراندیشی، تعهد به روح حاکم بر قانون اساسی و وفاداری به منافع ملی زمینه ارتقای شور و امید را در انتخابات فراهم کنند و زمینه ساز تقویت مشارکت در انتخابات باشد. دولت در این بیانیه با اشاره به اینکه دولت باور دارد که وحدت در حضور معنا پیدا می کند و نه در حذف تاکید کرده است که دولت تاکید دارد که اسلامی بودن نظام سیاسی اقتضا می کند که از جمهوریت آن پاسداری شود. همچنین در این بیانیه تاکید شده که دولت فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی را حق شهروندان و تکلیف حاکمان می داند. همچنین در این بیانیه این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که استقلال و پیشرفت با ناامید ساختن شهروندان از صندوق و تاراندن آنان از تصمیم سازی و سیاست گذاری های کلان فراهم نخواهد شد. در بیانیه دولت تاکید شده که دولت از حق انتخاب شهروندان دفاع می کند و تنها راه موفقیت را التزام به جمهوریت و قواعد رقابت مردم سالارانه می داند. همچنین گفته شده است که دولت همه تدابیر لازم برای حضور نگرش‌های متنوع و تحقق حق انتخاب و مشارکت گسترده مردم در انتخاباتی قانونمند را به کار خواهد گرفت و با تمام توان به وظیفه خود در اجرای قانونی انتخابات عمل خواهد کرد.
در این حال در پایان این بیانیه از همه کنشگران اجتماعی و سیاسی و شخصیت‌ها و نهادهای اثرگذار دعوت شده که نقش سازنده خود را در شکل گیری باشکوه حق انتخاب سرنوشت مردم ایفا کنند. دولت گرچه با صدور این بیانیه حمایت خود از کاندیداهای ریاست جمهوری را بیان کرده، اما مشخص نیست که دولت با چه سازوکاری میتواند از حق مردم برای انتخاب و همچنین حق حضور همه گروه‌های سیاسی در انتخابات صیانت کند. شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت کاندیداها مستقل عمل می‌کند و تاکنون هیچ دولت مستقلی حتی در دورانی که شورای نگهبان تا این حد از نفوذ و اقتدار برخوردار نبود نتوانسته است مانع از اعمال نفوذ شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها بشود و تنها حکم حکومتی علی خامنه‌ای در موارد نادری توانسته حکم و رأی شورای نگهبان را ملغا کند. حسن روحانی پیش از این نیز در حمایت از انتخابات و کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرده بود که شرایط جدید شورای نگهبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به وزارت کشور تحت امر خود دستور داده بود که قانون پیشین انتخابات را مد نظر قرار دهد و به بدعت جدید شورای نگهبان در تعیین شرایط کاندیداها اهمیتی ندهد. در همان حال شورای نگهبان نیز همزمان اعلام کرد که مبنای تصمیم گیری و تایید صلاحیت ها برای شورای نگهبان قانونی است که توسط خود شورای نگهبان ابلاغ شده و حتی در صورت ثبت نام کاندیداهایی که واجد شرایط مد نظر شورای نگهبان نیستند، مبنای عمل شورای نگهبان قانون مصوب شورای نگهبان در خصوص کاندیداها است. کدخدایی نیز پیش از این گفته بود که به نماینده شورای نگهبان در وزارت کشور دستور داده شده که تنها مدارک آن دسته از کاندیداهایی را تحویل بگیرد و تایید کند که واجد شرایط مورد نظر شورای نگهبان هستند. از نظر قانونی در حال حاضر این شورای نگهبان است که در خصوص تعیین و تایید صلاحیت کاندیداها حق تصمیم گیری دارد و دولت در این خصوص از قدرتی برخوردار نیست. حسن روحانی و دولت به خوبی از این نقص قانونی که دولت حق مداخله در شرایط کاندیداها را ندارد آگاهند و به نظر می رسد که این بیانیه ی دولت هم اقدام دیگری در راستای تلاش های حسن روحانی برای بازسازی خود در افکار عمومی و در راستای برنامه‌هایی باشد که وی برای جانشینی مد نظر دارد. به دنبال تاکتیک قرائت بیانیه از سوی احمدی نژاد، مصطفی تاج‌زاده نیست که بر طبق ضوابط شورای نگهبان مبنی بر داشتن عدم سوء پیشینه اصولاً کاندیدا محسوب نمی‌شود، پس از ثبت نام همانند احمدی نژاد به قرائت بیانیه پرداخت. وی با ذکر سابقه سیاسی خود و نیز حضورش در زندان پس از سالهای 88 گفت که با قرائت انسدادی از قانون اساسی، سیاست داخلی امنیتی و بستن دهان مخالفان و منتقدان و گرفتن حق فعالیت تشکیلاتی از هر ایرانی با هر گرایش و عقیده‌ای که ملتزم به قانون است و خشونت را نفی می‌کند مخالف است. وی همچنین گفت با نظارت استصوابی و سلب حق نامزدی از ایرانی هایی که واجد شرایط قانون اساسی هستند و نگاه طالبانی و داعشی به دین و حجاب اجباری مخالف است. وی همچنین با نهادهای موازی و مالی متعلق به نهاد رهبری مخالفت کرد. او راه حل مشکلات اقتصادی را در دسترس دانست. وی گفت پیامش دوست داشتن زندگی و تلاش برای افزایش شادی و امید است و پیامش برای حاکمیت گفتگو و تعامل همکاری است. وی گفت که در صورت پیروزی تسلیم قانون شکنی ها نمی شود. وی مشارکت در انتخابات را زمانی موجه دانست که معنادار باشد و تنها در صورتی انتظار شرکت گسترده مردم منطقی است که انتخابات رقابتی باشد و هر ایرانی بتواند نامزدی که مطالبات و دیدگاه های او را نمایندگی کند بیابد. وی گفت در انتخابات فرمایشی رأی دادن توجیه ندارد. او همچنین به مدل کتیبه داریوش از خداوند خواست که ایران را از استبداد، خشونت، دروغ، ریا و تمامیت خواهی حفظ کند. همه ناظران معتقدند که تاج‌زاده فقط برای استفاده از فضای انتخاباتی به جهت بیان نظراتش شرکت کرده است و اصولاً امکان تایید صلاحیت برای وی وجود ندارد.
وی همچنین برخلاف احمدی نژاد نگفت که در صورت عدم صلاحیتش چه خواهد کرد و در این حال نگفته که انتخاب معنیدار از لحاظ وی چه خواهد بود و اگر کاندیدای نهاد اصلاح طلبان معرفی شود چه موضعی خواهد داشت. تاج‌زاده سعی کرده که از این فضا در نقد قانون اساسی و توسعه طلبی نهاد ولایت فقیه استفاده کند. به گزارش CNN با تداوم خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خواستار کاهش خشونت‌ها در خاورمیانه شد. وی گفت که دولت او امیدوار است که در اسرع وقت شاهد کاهش راکت پراکنی علیه مناطق مسکونی در اسرائیل باشد. بایدن گفت نهادهای اطلاعاتی و مقامات وزارتخانه‌های دفاع و خارجه با همتایانشان در اسرائیل به طور مداوم در حال گفتگو هستند و نه تنها با اسرائیل بلکه با همتایان در کشورهای منطقه. نه تنها با اسرائیلی‌ها بلکه ما با مصری‌ها و سعودی‌ها و دیگران هم در تماس هستیم. روند گفتگوها ادامه دار است. روز پنجشنبه جن ساکی سخنگوی کاخ سفید پس از جو بایدن در کاخ سفید در کنفرانس خبری روزانه تاکید کرد که دولت آمریکا علاوه بر مقامات اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال رایزنی است، بلکه با مقامات قطر، تونس و مصر که با حماس ارتباط دارند در حال گفتگو است تا بتواند هر چه سریعتر اقدامی در راستای کاهش تنش انجام داده باشد. در این میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ضمن ابراز تسلیت بابت جان باختن انسان‌ها حملات راکتی به اسرائیل را محکوم کرد. این در حالی است که گروه‌های فلسطینی روز پنجشنبه مراکز اقتصادی اسرائیل را آماج حملات راکتی خود قرار دادند و اسرائیل نیز بمباران غزه را ادامه داد. شمار کشته شدگان در غزه به 103 نفر افزایش یافت. شماره کشته شدگان در اسرائیل نیز 7 نفر می باشد. به گزارش رویترز به دنبال پرسش 40 سناتور جمهوری‌خواه از وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با فعالیت هسته‌ای ایران و نقش ایران در حوادث فلسطین، آنتونی بلینکن در یک نشست خبری مشترک با همتای استرالیایی خود در واشنگتن و در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا شواهدی در دست هست که حماس از پهپادها و موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کند، گفت من چیزی برای ارائه ندارم که آیا جمهوری اسلامی در آنچه در حال رخ دادن است دخالت دارد یا خیر. وی افزود اما فقط میتوانم بگویم که وقتی فعالیت‌های خباثت‌آمیزی باشد که ایران در آن دخیل باشد یا نباشد، چه حمایتش از تروریسم، چه تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردن دیگر کشورها، چه دیگر اقداماتش که با آن را قابل اعتراض می‌بینیم، تنها تأکیدی است بر اهمیت اینکه هر آنچه می‌توانیم را باید انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وی تأکید کرد یک ایران با سلاح هسته‌ای یا با ظرفیت داشتن آن در یک فرصت کوتاه یک ایرانی است که احتمالاً در دیگر زمینه‌های فعالیت خود با مسئولیت بیشتری در برابر مجازات عمل خواهد کرد. بنابراین در تلاش برای آنیم که ببینیم آیا می‌توانیم به پیروی مشترک از برجام بازگردیم. مذاکرات در وین در جریان است و تا آن زمان ادامه خواهد یافت. با گسترش بحران در اسرائیل و آمادگی نیروهای اسرائیلی برای ورود به غزه، روز پنجشنبه برخی خیابان‌های شهرهای اسرائیل به محل زد و خورد میان شهروندان یهودی و عرب اسرائیل تبدیل شد. از یک سو عرب در برخی شهرها به آتش زدن اماکن و اموال یهودیان ادامه داده و از سوی دیگر گروه‌هایی از مردان جوان یهودی در خیابان‌های شهرها مردان عرب را تا سرحد مرگ کتک می‌زنند. در شهر لود محل این درگیری ها بوده است. این از پردامنه ترین بحران هایی است که اسرائیل با آن روبرو شده است. همچنین پلیس اسرائیل یک حزب دست راستی را مسئول این درگیری ها دانسته است. نیروهای پلیس در شهرهای محل درگیری مستقر شدند. همچنین در آستانه ورود نیروهای اسرائیلی از مرز زمینی به غزه، حماس هشدار داد که مقاومت سنگینی در برابر آنها خواهد داشت. برخی از اعضای احزاب اسرائیل رشد درگیری ها را به نفع تداوم حضور نتانیاهو در قدرت می دانند.
روزنامه واشنگتن تایمز روز پنجشنبه در گزارشی نوشت حملات موشکی حماس به اسرائیل باعث شده تا پنتاگون 120 نیروی نظامی خود را از اسرائیل خارج کند. به نوشته این روزنامه، نیروهای آمریکایی که در پایگاه C-17 به سر می‌بردند در حال تدارک یک رزمایش نظامی بودند، اما پس از بالا گرفتن تنش میان گروه حماس و ارتش اسرائیل، این نیروهای نظامی آمریکا به آلمان منتقل شدند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است تصمیم برای خروج نیروهای نظامی آمریکا با همفکری و مشورت همتایان اسرائیلی صورت گرفته است. آقای کربی این تصمیم را امری عادی دانسته و گفت حضور این نیروها بخشی از یک کنفرانس نظامی برنامه ریزی شده همراه با تمرین نظامی بود، اما ما تصمیم گرفتیم چند روز زودتر این نیروها را خارج کنیم. او گفت این یک احتیاط لازم بود تا خیالمان راحت باشد، بنابراین آنها را به آلمان منتقل کردیم. پیش از این نیز شبکه خبری CNN از خروج این نیروهای نظامی از اسرائیل خبر داده بود و گفته بود افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حماس و محدودیت پروازی باعث شده تا این روند با سرعت صورت بگیرد. اما در سوی دیگر نشریه هیل می نویسد جو بایدن تحت فشار از سوی گروه‌های جمهوری‌خواه برای حمایت صریح و قاطع از اسرائیل است. این در حالی است که برخی جناح‌های دیگر قدرت در آمریکا از پرزیدنت بایدن می‌خواهند که در قبال رفتار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سختگیری بیشتری به خرج بدهد. به نوشته این نشریه، بایدن در حالی مذاکره میان اسرائیل و فلسطینیان را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده که دولت او از روش دولت‌های قبلی آمریکا در قبال اسرائیل فاصله گرفته است. در عوض او در عرصه سیاست خارجی تلاش کرده تا توافق میان ایالات متحده و ایران در مورد توافقنامه برجام به وجود بیاورد، توافقنامه‌ای که سال 2018 پرزیدنت ترامپ از آن خارج شده است. این نشریه اشاره می کند به نامه 44 نماینده جمهوری خواه به پرزیدنت بایدن که در آن نامه به وی هشدار می دهند برداشتن تحریم های ایران به معنی ارسال وجوه نقد به تهران برای هدف قرار دادن اسرائیل است. در سوی دیگر برخی دموکرات ها هم از سیاست دولت آقای بایدن در قبال بنیامین نتانیاهو انتقاد کردند و می گویند احساسات راستگرایانه و عرب ستیزانه و ادامه شهرک سازی های صورت گرفته توسط اسرائیل شرایط را بیش از پیش ملتهب می کند. آنها حتی از این موضوع هم پیشتر می روند و می گویند شلیک راکت از سوی حماس به سمت اسرائیل نتیجه سیاست های اسرائیل است.